اما یه جمله، حالا یکی میگه از آقا بچه شما اون سونیا حروم زاده، حروم زاده با ولد و زنا دوتاست عزیز. ولد و زنا یعنی مادرش به خطا رفت، اما حرام زاده یعنی این. من طبق فقه شیعه عرض میکنم، یکی از چیزایی که زن آدم به آدم حروم میشه اینه که آدم تو طواف نسایی که میره مکه دو رکعت نماز طواف نسا را نخونه. طبق حدیث پیغمبر دیدم تو رساله جناب عمر، تو باید میشه من نگاه کردی؟ لعنت الله رو یادم نره؟ خدا بیامرزه با من میگه، با من میگه هر کی اسم اینا رو بشنره و لعن نفسه الهی ممه که علی که میخوره حروم بشه. این عمر حروم زاده، او دیگه هم حروم زاده بود هم لعنت، هم ولد و زنا بود. میدونید که من سندش هم دارم، چون باباش خطاب اومد با یکی از کنیزا زنا کرد، بچه دار شد، دختر بزرگ شد با همون دختر خودش، اونم در حال هی زنا کرد، عمر به وجود اومد. من سندش رو میذارم جلوت. در آقا دیروز نامه برای من نوشته از اول تا آخر فحش و توهین که چرا به سونیا فحش میدی. جواب اون نامه اینه، برو یا به شیر مادرت نگاه کن یا به لقمه‌ای که بهت دادن. برو تحقیق بکن درباره خودت، ببین با چی درست شدی که اینجوری حرف میزنی. جواب اون نامه اینه، عمر لعنت الله علیه، دید ابو بکر لعنت الله علیه ناراحت، گفت جناب ابو بکر چه مرگیتونه؟ شما را در مرض میبینم، چه مرضیتونه؟ گفت دارم نقشه میکشم دشمن علی زیاد کنم، نمیدونم چه کنم. كذاب يا ويل من الله، كذاب يا ويل من الله، كذاب. گفت حروم زاده، از من حروم زاده بپرس. گفت خب جناب حروم زاده چه کنیم؟ گفت ها، یادت یه روز رسول الله رو منبر فرمود علی جان تو میزان حلال زادگی و حرام زادگی هستی، هر کی تو رو دوست داشته باشه حلال زاده است، هر کی با تو بد باشه حرام زاده است. یادته دوباره؟ گفت پس اینجا داشته باشه هر کی حرام زاده شد با علی مشکل داره، درسته؟ گفتن که حالا ما چیکار کنیم حرام زاده زیاد میشن؟ گفت نمیدونم. گفت چقدر احمقی، عجب حرام زاده خری، مگه این نمیدونی فقه رسول الله هر کی میره مکه اگه طواف نسا رو انجام نداد و نمازش رو نخوند زنش بهش حروم میشه؟ پیره مردا درسته یا نه؟ بهش بپرسید دیگه. گفت خب چی کار داره اینجا؟ به علی گفت ها، باید نماز طواف نسا رو حروم کنیم که مرید ما نخونن تا زنا برشون حروم بشه، به چا بشن حروم زاده با علی بد بشه. بر پدر و مادر هر کی سنی لعنه. امام اگه میگه وحدت 20 سال پیشو میگفتن یک، اولا امام نگفتن دو یکی دیگه بود، امام تایید کردن یک. بنیانگذار وحدت شیعه و سنی امام نبودن، امامو لکه‌دارش نکنید که ببینید. امام نگفتن، رهبر انقلاب هم نگفت، یکی دیگه بود که الحمدلله سیلی فاطمه زهرا هم خورد و رد کرد کرد. ثانیاً وحدت بین شیعه و سنی یعنی خفقون گرفتن شیعه، یعنی حرف نزدن، یعنی حقایق شیعه رو برای شیعه نگفتن، که چهار تا معلم برن سر کلاسه به بچه‌ها و جوانای ما بگن عمر خادم بوده، ایرانی ها رو عمر مسلمون کرده، ما حق نداریم به عمر توهین کنیم. یعنی این نه، من تا زندم میگم عمر حروم زاده بوده، تا زندم میگم هر چی سنی حروم زادن، چون اینا نماز طواف نسا رو نمیخونن، اینا زناشون حرومه بشون، تا
فقه شیعه، فقه اسلام، فقه نبوی. خب حالا که تو خیلی ناراحتی، تو چه غلطی کردی چند تا سنی تونستی شیعه کنی؟